سلام به همگی، میسیز ریپورتر هستم. امروز هم در خدمتتون هستم تا یک خبر داغ داغ دست اول بهتون بدم. با ما همراه باشین و ما رو سابسکرایب کنید. قتل همسایه به دست همسر سابق مرجان گلچین اوقا به پا کرد. کریم آتشی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس، همسایه خود را با شلیک گلوله در خیابان شریعتی تهران به قتل رساند. او در عملیات ویژه پلیس دستگیر شد. کریم آتشی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس، چهارشنبه شب گذشته پس از درگیری با همسایه خود در خیابان خواجه نصیر، خیابان شریعتی تهران، او را با شلیک یک گلوله با کلت کمری به قتل رساند. کریم آتشی که فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی معماری و دکترای علومی سیاسی و همسر سابق بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون مرجان گلچین است، پس از قتل مرد همسایه بر سر اختلافاتی که داشتند با یک کلت کمری و مقدار زیادی فشنگ در خانه‌اش مخفی شده و اجازه ورود ماموران پلیس را نمی‌داد. چهارشنبه شب گذشته و ساعتی پس از جنایت، ماموران نوپو با استفاده از گاز اشک‌آور و در یک عملیات ضربتی کریم آتشی را دستگیر کردند. کریم آتشی در بازجویی‌های اولیه مدعی شده است که صدای چرخ خیاطی همسایه مرا آزار می‌داد. چند مرتبه تذکر دادم، توجه نکردم و در شرایط روحی نامناسب با مقتول درگیر شده و این قتل شکل گرفته. کریم آتشی پس از بازداشت در اختیار پلیس جنایی قرار گرفته است تا بررسی در خصوص ابعاد این قتل آگاهی تهران ادامه یابد. کریم آتشی متولد 5 فروردین 43 در شهر ری، کارگردان و فیلمنامه‌نویس سینما، تئاتر و تلویزیون، دارای مدرک تحصیلی دکترای علوم سیاسی، سال فعالیتشون از سال 69 تا کنون، قد 175 سانتی متر، همسر مرجان گلچین که جدا شده اند. وی فعالیت هنری را با کارگردانی فیلم‌های کوتاه و فعالیت سینمایی در سال 69 آغاز کرد و نخستین تجربه سینمایی او فیلم 50 روز التهاب در سال 72 است. فیلم نطفه شوم شاید یکی از مشهورترین فیلم‌های کریم آتشی، فیلم نطفه شوم به کارگردانی و نویسندگی خود اوست. کریم آتشی محصول سال 87 و با بازی بازیگران مشهوری چون لاله اسکندری، سامد رخشانی و جمشید هاشمپور، محمد کاسبی و سیروس گرجستانی و شراره دولت آبادی است. داستان فیلم زن و شوهری که سالها بچه‌دار نمی‌شدن، حال زن خبر از حاملگیش می‌دهد. اما این چطور ممکن است؟ به خصوص اینکه بچه چند هفته بیشتر ندارد و شوهر زن 3 ماه در ماموریت بوده و زن هیچگاه این که خیانت کرده را قبول نمی‌کند. کریم آتشی سالها پیش با مرجان گلچین ازدواج کرد و پس از چند سال این زندگی به جدایی ختم شد. علت طلاق این زوج زندگی موفقی نداشتند و پس از حدود 10 سال زندگی مشترک به خاطر عدم تمایل کریم آتشی به ادامه بازیگری مرجانی به جدایی و طلاق انجامید. گفتنی است این زوج فرزندی ندارند. در خرداد 91 به دلیل سکته قلبی در بیمارستان پاسارگاد بستری شده بود. کریم آتشی یکی از مصدومین شیمیایی 8 سال دفاع مقدسه و به همین دلیل مشکلات ریه و تنفسی داره. کارگردان فیلم‌های چون نطفه شوم سال 87 متهم سال 75 سلام به انتظار سال 74 انتهای قدرت سال 73 50 روز التهاب سال 72 فیلمنامه نویس نطفه شوم متهم سلام به انتظار انتهای قدرت 50 روز التهاب و تهیه کننده 50 روز التهاب هستند. خب دوستان گلم، امیدوارم این خبر مورد سمع و نظر و مورد پسند شما قرار گرفته باشه. دوستتون داریم، ما رو سابسکرایب کنید، توی یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک هم با ما همراه باشید. تا خبرهای دیگه فعلا خدا نگهدار. راستی برامون کامنت بذارین و بهمون انگیزه بدین، بهمون بگین دوست دارین راجع به چه موضوعاتی براتون خبر بخونید.